می‌روند. در مرحله نیمه پایانی دور رفت از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، امشب دو تیم بارسلونای اسپانیا و انتر میلان ایتالیا با دو سیستم متفاوتی در مقابل یکدیگر سفارایی خواهند کرد. تیم انتر میلان به رهبری خوزه مورینیو در ورزشگاه جوزپه میتزا با سیستم 4-3-3 به مسافه قهرمان فصل گذشته یعنی بارسلونا خواهد رفت که جولیو سزار در درون دروازه، مایکون، لوسیو، ساموئل و سانتی در خط دفاع، کامبیوسو، اشنایدر و تیاگو در خط میانی و میلیتو، اتو و پاندف در خط حمله قرار خواهند داشت. بر این اساس مربی پرتغالی راه راه بوشان قصد دارد از مثلث میلیتو، اتو و پاندف در خط حمله برای گشودن دروازه حریف قدرتمند بهره گیرد. در نقطه مقابل گواردیولا که از سفر خسته کننده با اتوبوس به ایتالیا ناراض است، از سیستم 4-3-1-2 استفاده خواهد کرد که ویکتور والدز در درون دروازه، پویول، آلوز، پیکه و ماکسویل در خط دفاع، اینیستا، یحیی توره و جووی در خط میانی اول، هانری در خط میانی دوم و ابراهیموویچ و مسی در خط حمله آبی اناری ها قرار خواهند داشت. به این ترتیب مربی کاتالان ها برخلاف میزبان از هانری که کمی با فاصله از مسی و ابراهیموویچ قرار دارد در بازی امشب استفاده خواهد کرد. شما می توانید دیدار بارسلونا و انتر میلان را امشب در ساعت 11:15 دقیقه به طور مستقیم از نگاه تماشا کنید. خبری از فوتبال کشورمان. پامیر و میوند به تساوی 1-1 رسیدند. در ادامه رقابت‌های دوستانه میان 12 تیم برتر کابل امروز دو دیدار برگزار شد که تیم فوتبال میوند در برابر حریفش به تساوی دست یافت. در این روز ابتدا دو تیم کابل بانک و اردو به مسافه یکدیگر رفتند که در پایان این بازی با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید و برنده ای را در بر نداشت. در دیدار دوم این روز نیز پامیر و میوند در مقابل هم ایستادند که پس از 90 دقیقه تلاش این دو تیم به تساوی مشابه رضایت دادند. فردا نیز دو دیدار انجام می شود که جوانان آزادی در برابر شیوا به میدان می رود و صنایع مقابل خراسان می ایستد. سرخپوشان آنفیلد وست هام را زمین گیر کردند. در آخرین دیدار از هفته 35 لیگ برتر انگلیس شب گذشته لیورپول در خانه به مسافه وست هام رفت که در پایان در یک بازی برتر و با 3 گل از سطح حریفش گذشت. در این دیدار که در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد، یوسی بنایون، دیوید انگاگ و روبرت گرین برای سرخپوشان گلزنی کردند. لیورپول با این پیروزی 59 امتیازی شد و در رده ششم قرار گرفت تا امیدوار باشد در جمع 4 تیم پایانی این فصل قرار گیرد. در جدول رده‌بندی هم چلسی با 77 امتیاز پیشتاز است. منچستر یونایتد با 1 امتیاز کمتر در مکان دوم قرار دارد و آرسنال با 71 امتیاز سوم است. شوالیه ها دومین پیروزیشان را در مقابل آسمانخراش های شیکاگو جشن گرفتند. در ادامه رقابت های لیگ بسکتبال امریکا و در مرحله پلی آف بامداد امروز دو دیدار برگزار شد که تیم کلیولند ملقب به شوالیه ها و دومین پیروزی پیاپی خود در مقابل شیکاگو بولز دست با نتیجه 112-102 دست یافت. در دیگر بازی مردان یوتا جاز برابر تیم دنور ناگتس به میدان رفتند که موفق شدند با حساب 114-111 از سطح حریفش بگذرند
میبرند تا انتقام شکست دیدار نخست را بگیرند. در مرحله پلی آف هر تیمی که بتواند در 4 بازی از 7 بازی به پیروزی دست یابد به دوره بعد صعود می‌کند. تعادل الفريقان بفوز الكليونات في سلسلة قوية ضمن المنطقة الغربية. الأخير متعادلا مع خصمه ب 77 نقطة لكليهما، لكن ليبرون جيمس تعملق وسجل 15 نقطة بمفرده في هذا الربع، رافعا رصيده في اللقاء إلى 40 نقطة. با پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. تشکر از توجهتان. نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها تا این لحظه. واکنش مشران و جرگه به اعدام و سوزاندن مهاجران در ایران. وزارت امور خارجه به نقل از دولت ایران سوختاندن مهاجران را رد می کند. جنجال بر سر قانون انتخابات ادامه دارد. با این هم نامنویسی نامزدان انتخابات پارلمانی آغاز شد. دانش آموزان در رقابت نقاشی شرکت کردند. بهترین نقاش بر رقابت کشورهای آسیای جنوبی فرستاده می شود. محدودیت بر پروازها در اروپا ادامه دارد. همزمان شدت آتشفشان آیسلند بیشتر شده است. اوضاع در تایلند همچنان بحرانی است. سرخپوشان تهدید کردند که تظاهرات را گسترش می دهند. پایان برنامه خبری این ساعت. تشکر از اینکه تا این دم با ما بودید. خدا نگهدار.